اقامات همه چیز جهت اطلاع رو پای موجودی های احتمالا به تقصیل بعد هم میدستن زن میکنن اینجوری محبت حال شما خوب هستید؟ صد دم عبر نکن آقای ما وقتی جلسه نداریم شما میگه چرا جلسه نداریم وقتی داریم میگه چرا داریم ظاهرا خیلی رو داریم دهقان فداکار پیر شده چوپان دروگو عزیز شده شنگول و منگول گرگ شدن کوکب خانم حوصله مهمون نداره کبرا تصمیم گرفته دماغش عمل کنه ببین حس نوستالژی درس‌های دبستان چه میکنه میگم کودکی هم برای خودش دنیایی داره ها آرش کمانگین متاد شده این آمارا ارتباط با جنس مخالف 80% مرتاد 90% مشروب خور این سیانماییه اینا چیزایی درستی نیست ما میزه گرد میذاریم اگر اون عزیز محققی گرفت اگر اینو اثبات کرد و تعمیم گرش ما بهش جایزه میدیم مثلا بنده فرمانده نیرو انتظامی استعفا میدن سردار خدایی ما هم فکر میکنیم امکان نداره از هر 100 دانش آموز ایرانی 80 تاشون معتاد باشن و 90 تاشون فساد اخلاقی داشته باشن ولی میزه گرد و بذار تا ته این ماجرای اعتیاد و فساد یه بار برای همیشه در بیاد همه تکلیف خودشونو بدونن بعضی خبرنگارهای واحد مرکز خبرم انگار تنشون میخاره ها حالا مثلا مخاطب ما منتظر اینه که ببونه که آخرین وضعیت مسکن امر چی شده و اونایی هم که مثلا این واحد ساخته شده و ساکنیش هم الان نیستن و حال تکلیفشون چی میشه اصلا عدد رقم از من سوال نکن متوجه میشه من که عدد رقم به شما نمیدم نه آمانی ها کن یه چی به شما بگم نه عدد از من سوال بکنی واقعیتشه نه اعتبار از من سوال بکن بگو اومدی چی کار میخوای بکنی چه عدد بده اصلا چی بوده برس یه سوال بکن راست میگه دیگه بپرس چه عجب از این طرف ها انشالله چند روز میمونی بچه ها چطورن بفرمایید منزل ما گفته بودیم از مسئولین درباره عملکرد منفی احتمالیشون میپرسیم اومدیم تست بزنیم ببینیم چه جوابی میگیریم شده نقطه منفی داشته باشه کارتون چرا نیست بالاخره کارا میره عقب میفته جلو میفته گل میدیم افتتاح میشه نمیشه مثلا ما سال گذشته برای حمایت از تولید تصمیم داشتیم که برای واردات خودرو سقف گذاشتیم گرانی قیمت کنونی خودرو مال اون تصمیم است خودروهای خارجی خودروهای خارجی که حالا تاثیر هم به خودروهای داخلی کم و بیش داشته که بعد از اون این تصمیم اصلاح شد که این سقف گرانی همچنان مون برخی سفته بازی نه گرانی اصلاح میشه برخی از سفته بازی ها در واقع در بازار شکل گرفت که بالاخره خسارت اون تصمیم بود بازم سراغ مسئولین انتقاد پذیر تو این برنامه میریم این سگا انگار بازم مانور رو با صحنه جرم اشتباه گرفتن ویلکون هم نیستن اعترافات مسئولین رو درباره نقاط ضعفشون بازم ببینید. و شاید در توجیه آیین‌نامه‌هایی که می‌نویسیم به مدیران و به اصطلاح بدنه اداری ضعیفیم. یعنی ما بخشنامه رو می‌نویسیم ولی خوب نمیتونیم تبیینش کنیم که دستگاه‌ها خوب اجرا بکنه. یه درشتش رو بخوایم بگیم، یکی از وظایفی که سازمان بر عهده داره روشنگری در مورد آثار مخرب برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای است. در واقع مردم از ما انتظار دارن از ما میخوان که راجع به این موضوع حرف بزنیم روشنگری کنیم کارشناسان رو بیاریم مردم روشن‌تر بشن نسبت به عمق آثار مخرب این شبکه‌ها ما تو این زمینه برنامه تولید کردیم ولی خیلی کم بوده و ناچیز بوده نسبت به اهمیت مسئله ضعیف عمل کردیم امیدواریم ان شاءالله با برنامه‌ریزی بهتر بتونیم تو این حوزه قوی‌تر عمل شنیدیم برخی دانشجویان دانشگاه تهران میخواستن پرچم رژیم صهیونیستی آمریکا رو روی زمین بکشن و روش راه برن تا حساب کار دست اوباما و نتانیاهو بیاد اما بعضیا مجوز ندادن و نذاشتن خلاصه کار به جاهای باریک کشید به این بعضیا توصیه میکنیم حواسشون رو جمع کنن تکرار بشه با اسم و رسم به مردم معرفیشون میکنیم قیچی اومد چه نسازه قیچی هم دیگه خسته شده از بس روبان بریده اما برخی خسته که نشدن هیچ کلی هم تعارف میکنن بابا این تعارف ها رو کم کنید یه فکر جدیدی یه ابتکاری چیزی به خرج بدید آها همین آتیش بازی هم برای اول کار بد نبود یه مقدار بیشتر به ذهنتون فشار بیارید
میگم این مقامات امریکایی هم کلی گیج میزنن. خب میخواید سناریوی ضد ایرانی بنویسید، بدید خودمون بنویسیم تا حظ کنید. حظ. خبرگزاری آلمان میگه داستان متهم کردن ایران به نقشه کشی برای ترور سفیر عربستان قبلا در سریال 24 پخش شده. آش اونقدر شور شده که بی بی سی عربی هم به نقل از ماموران سابق سیا گفته اگه ایرانی ها میخواستن این کارو بکنن خیلی قشنگ و تر و تمیزتر میکردن، نه اینجوری خنگ و بدون نقشه درست و حسابی. بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم نوشتن بابا اگه یه کسی بخواد به دستور ایران یه نفر رو بکشه که زنگ نمیزنه تهران پشت تلفن صاف و ساده همه چیزو بگه. ما که پاک از این IQ برخی مقامات آمریکایی در حیرتیم. فکر کنم این روزها باراک و بچه‌ها خیلی فیلم بزن بزن ببینن یا لابی صهیونیستا فیلمشون کردن. خدافظ.